قدرمن ډاکټر صاحب، دا وروستیو وختو کې په افغانستان کې زمونږ بحث هم پام دی دی چې په افغانستان کې څه پیښیږي، طالبان څه کوي، د دنیا د خلکو سره څه تعامل لري، د ګاونډیو هیوادو سره څه تعامل لري، خپلو خلکو سره د دوی تعامل څه دی. لکه مخکې چې زیاتې خبرې په نورو خپرونو کې هم کړي دي چې د ښځو پاکله، د ښځو د حقوقو پاکله، د جنوکو د تعلیم او د تحصیل پاکله، د ښځو د کار په حاله، او کوم تعهدات چې دی د ژنو ویم د دوهې په توافقنامه کې د امریکایانو سره کړی وي. خو په دغه ټولو مسایلو باندې مونږ غوښتل چې د طالبانو په کړوړو یو رڼا واچو. خو په هر صورت سره د افغانستان حالات ډیر تاوده دي. په دغه مخکې ورځو کې د ایران نه د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د جمهور رئیس مشاور د دوی په مشرۍ یو هیئت راغی کابل ته، د طالبانو سره لیدنې کتنې درلودې. ستاسو په نظر ایرانیان د افغانانو نه څه غواړي، او په مقابل کې طالبان د ایرانانو نه څه غواړي؟ مطلب د دوی دغه راتګ څه و ستاسو په نظر؟ تاسو جناب ډاکټر صاحب په دری ژبه باندې په آزاده توګه تاسو خپلې خبرې وکړي، او موږ به خپل سوالونه هم په دری هم په پښتو تاسو سره مطرح کړو. مهرباني ډاکټر صاحب. سلام و سلام کاکر صاحب، ساده صاحب، بیا هم سلامونه ټولو دوستانه ته، ټولو کتونکو ته. بله محترم کاکر، اوضاع افغانستان متاسفانه روز به روز مغلقتر و پیچیده‌تر شده میره. همی یکی دو روز قبل سفرهای کشورهای سعودی و امارات متحده افغانستان را ترک کردن، یعنی اعضای سفارتی کشور را سفیر خونه داشتن از افغانستان خارج شدن. خود از این بیانگر از این که دو کشوری که در دور اول طالبان به شمول پاکستان سه کشور تشکیل می دادن که حکومت طالبان به رسمیت شناخته شده شناخته بودن، یا ناامید میشن و از افغانستان میرن. این خودش عمق فاجعه را برای طالبانشان میده اگر طالبان درک کنند این عمق، اما مثل این که یا درک نمی کنند. برای این که شما وقتی فکر میکنین که کشور مانند سعودی، کشور مانند امارات که خود علمبردار به اصطلاح سعودی اندیشه اسلام و محافظت از اسلام در دنیا میبینن، از افغانستان خارج میشن، این یک پیام است برای دیگر کشورها که معامله با طالبان، با دولت را که ایجاد کردن، با حاکمیت با اصطلاح رژیمی را که ایجاد کردن و دیگه امیدی برای این ندارن که این دوستی از و با کدام نتیجه برای یا مفاد برای رابط دیپلماتیکی دی کشور و منطقه میرسه. ایران یک کشور همسایه ماست. ایران در حدود فکر میکنم 800-900 کیلومتر چیز داره، سرحد داره با افغانستان و روابط تاریخی داریم ما. ایران کشوری هست که از حوادث افغانستان متاثر میشه و ما از حوادث دو طرف میشه متاثر میشیم. بنابراین تعامل با افغانستان توسط ایران یک امر حتمی است. قسمی که پاکستانی ها مجبور هستن و باید در تعامل باشن با به شکلی از اشکال با دولت با رژیمی که در طالبان ایجاد کردن یا دولت هایی که در افغانستان ایجاد میشه، همچنان ایران ناگزیر است که با یا تعامل کنند. و اگر هیئت می آید یا هیئت میره یا مذاکرات صورت میگیره، این یک امر ناگزیر است. چند وقت پیش یک سفیر ایران که فکر میکنم او را برطرف شده دیگه، کسی دیگه به جای او آمده، سفیر سابقی آقای بهمنیان بهرامیان
یک سلسله سخنان ایراد کرده بود، یک سلسله در یک جایی در ایران صحبت میکرده، صحبتهای عزیزی ثبت شده بود و نشر شده بود و این صحبتها بسیار واقعا اگر شما شنیده باشین و یا متوسط میکنیم که بشنوید بسیار واقعا چشم باز کننده است سخنهای آقای بهرامیان. این آدم در این سخنهای خود میگه که اگر رابطی را که قاسم سلیمانی با گروه طالبان قائم کرده بود، بسته کرده بود در زمانی که طالبان هنوز به قدرت نرسیده بودن، اگر او چینل ها نمی بود، امروز بین افغانستان، ایران و افغانستان از لحاظ دیپلماتیک یک رابطی، هیچ رابطی وجود نمی داشت. و این تنها امی چینل هاییست که او ایجاد کرده بود، قاسم سلیمانی، که بعدا در یک حادثی حمله درون اسرائیلی امریکایی کشته شد. این فکر میکنم با طالبان در زمانی که ها به حساب خود طالبان جهاد بر ضد دولت اسلامی افغانستان میکردن، با تعداد از چهره های مهم طالب رابطه قائم کرده بود که البته به هیچ کس پوشیده نیست. ایرانی ها طالبان را اسلحه میدادن، پول میدادن، اگر باید داشته باشیم منصور رهبر طالبان در کویته توسط یک درون امریکایی کشته شد و وقتی که او را دیدن پاسپورت از او نشان میداد که تازه از ایران آمده بود، یعنی ایران رفته بود. یعنی این ارتباطات در سطح بالا ایرانی ها با تعدادی از رهبرای طالب برقرار کرده و داره و از او طریق است که ای از اوضاع افغانستان اطمینان پیدا میکنن و در تعامل هستن با طالبان. این آقای بهرمانیان همچنان گفته بود که موجودیت طالبان در افغانستان برای ایران فاجعه دانسته بود، برای منطقه فاجعه دانسته بود و همچنان برای از لحاظ از اینکه ایران نفوذ خواهد در افغانستان از دست میده نارام بود و این شکایت کرده بود در این سخنهایی که ابراز کرده بود. اما در عین زمان گفته بود که ما چاره‌ای نداریم مگر اینکه ما با طالبان تعامل داشته باشیم و کلماتی البته بسیار تأثیر کننده در مورد طالبان در اونجا گفته شده بود، در مورد افغان ها گفته شده بود، در اینکه چی گونه ای برصورت ضرور نیست من تمام اون سخن رو دیگه تکرار شد. بله، از این خاطر برای ایرانی ها ایجاد قائم کردن ارتباط مجدد با رژیم طالبان اهمیت فوق العاده داره، چون آینده افغانستان، حال افغانستان باعث یک منطقی که از لحاظ خود ما میبینیم که ما قربانی یعنی موجودیت خود در این منطقه هستیم، یک ساحه در قلب آسیا که روز به روز اهمیت استراتژیک از این بیشتر شده میره برای جهان غرب و جهان شرق. میبینیم که با جنگ ادامه جنگ اوکراین جهان دوباره دو قطبی، حتی سه قطبی شده. جهان دو قطبی زمان اتحاد شوروی دوباره به وجود آمده. اتحاد شوروی در وجود روسی امروزی قطب تازه را در دوستی نزدیک با چین ایجاد کردن که این یک کانتر بالانس یا یک قوت در ساحه بین المللی در مقابل هژمونی جهانی امریکا و غرب است و این کشورهای در حال رشد، کشورهای مثل هند، ایران، افغانستان، پاکستان، مثل سعودی و غیره کشورها، این کشور ارجنتین، برزیل، این کشورها کوشش میکنن به نحو زنها با این دو قطب، با این دو بلاکی که ایجاد شده در یک منافع خود در نظر بگیرن و در حوادث جهانی روابط خود قسم عیار کنن که بتونن حد اکثر منافع رو برای کشور خود داشته باشن، یعنی بدون اینکه بپیوندن به یکی از بلاک ها مراقب اوضاع هستن
و میخواین در سیاست جهانی هم صدای کشورها شنیده شود. چون در جهان زمانی که جهان یک قطبی شد، از زمان فروپاشی اتحاد شوروی و بعد، یعنی سال 1990 و بعد تا به اخیر، تا سال اخیر، جهان یک قطبی بود. امریکا کامل هژمون جهان بود، رهبر بلا متنازع جهان بود، نیو کانزرواتیف ها در امریکا قدرت داشتن و با غرور میگفتن که حالا امریکا باید در قدرت خود سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در جهان قائم کنه و در هر منطقه که برخلاف سیاست امریکایی عمل میشه در اونجا بدون دغدغه واقع باید عمل کرده باشه و هژمونی امریکا باید هرگز مورد سوال قرار نگیره. دیگه این کشورها افغانستان به دیده یک منطقه استراتژیک در نظر میگیرن. امریکایی و خودشان با توافقنامه دوحه را که با رژیم طالبان و به دو زمان را جنبش طالبان امضا کردن، هدفشان این بود، چون متوجه شدن در افغانستان اهداف دراز مدت استراتژیک که فقط از طریق طالبان میتونن تعمیم کنن و یا قربانی کردن دولت جمهوری اسلامی افغانستان، قربانی کردن با تعهداتی که از طالبان گرفتن که برای امریکا در حضور در منطقه تضمین کنن. حال هم امریکایی‌ها با امید هستن. تعاملاتی که امریکا با طالبان میکنن تضمین موجودیت امریکا در منطقه است، از لحاظ استخباراتی، از لحاظ بسیار مسائلی که در پروتکل‌های مخفی که با طالبان امضا کردن در دوحه شامل است. از این خاطر ایران به یک کشور همسایه، پاکستان، روسیه، چین از یک طرف نگران او تعهدات طالبان هستند، از طرف دیگر میخواین طالبان در موقعیت قرار بدن که طالبان در به اصطلاح مفت و ارزان به دامان امریکا دوباره نفتن. اما امریکا و دوستای غربی دو هم در حالت بسیار وخیمی قرار دارند. کوچکترین رابطه که فعلا با طالبان موجود است از طرف کشورهای غربی به سرکرده امریکا، همین مقدار پولای کم است، پولهای 40 میلیون دلار است که هفته وار به یا به طالبان میتن و گذار میکنن، چون میخواین اگه همی فشار داشته باشن در مقابل طالبان، در بالای طالبان، و می کمک های ادامه میتن. در غیر از این هیچ دستاویزی در مقابل طالبان نخواد داشتن که بتوانن اعمال فشار کنن و سیاست های خود دنبال کنن. از این خاطر از یک طرف کشور امریکا و کشور غربی میخوان نوع رابطه با طالبان برقرار داشته باشن و یا نگذارن که کاملا به دامان چین و روسیه و ایران بلغزن، و از طرف دیگه البته ما میفهمیم منافع ایران، منافع روسیه و منافع چین در این شرایطی که جهان تقسیم شده، دوباره به خصوص تقسیم شده، این بسیار مهم است که یا نگذارن امریکا یا نفوذ را که نباید در منطقه داشته باشن اعمال کنن.